تمام مردهای افغان بی غیرت هستن، تمام مردهای افغان خیانتکار هستن، تمام مردهای افغان یک رقم هستن. دوستای عزیز، از وقتی که ما در دنیای مجازی آمدیم، هر ویدیویی را که ما بالا میکنم که در مورد زبان ما چی شده، در مورد آقایان است، این همی سه جمله را همیشه من میشنوام. بیاین که امروز ما فکرتون تغییر بتم، بیاین که امروز ما براتون بگویم شما چیزی را که فکر میکنین درباره آقایان، چرا شما این رقم فکر میکنین و شما چرا نباید این رقم فکر کنین. اجازه بدین که براتون تشریح کنم. بیاین که فکر کنیم که شما میخواین که میوه بخرین، به یک مغازه میرین، دلتان میشه که تربوز بخرین. در می مغازه یک 10 دانه 15 دانه تربوز است، همیش یک رقم است، همیش خوب معلوم میشه. فکر میکنی که همیش یک رقم است. یکی از ایرا میخری، خانه میاری، به شوق و ذوق و علاقه ایره میخوایی توته کنی و نوش جان کنی. وقتی که ایره باز میکنی، داخل ازی گنده میبرایم و یا داخلش سفید است، سفید از سفید میبرایم، شیرین نیست، مزه ندارم. قسمی که میل خودت بود ای تربوز نباشه و نمیباشه و نبود. پس شما نمیرین که در تمام مغازه ها شکایت کنین، شما نمیرین که ادورتایز کنین یا لیبل بزنین یا امی در سر هر مغازه اعلان نوشته کنین که او مردم تربوز نخرین دیگه، که تربوز خراب است، تربوز گنده است، تربوز شیرین نیست. شما این کار اصلا نمیکنین به خاطر از اینکه شما هوشیار هستین، به خاطر اینکه شما میفهمین که تمام تربوزا این رقم نیست. تربوزی را که شما خریدین، تربوزی را که شما از مغازه گرفتین، صرف همین تربوز گنده برآمد، صرف همین تربوز شیرین نبود، صرف همین تربوز به میل شما نبود، و شاید دیگه تربوزا دیگه رقم هستن، شیرین هستن، خوشمزه هستن و گنده نیستن. همین رقم آقایان همچنان. شاید مردی را که شما در زندگیتان باشه، شاید که خیانتکار باشه، شاید مردی که در زندگی شما باشه مردی نیست که به میل شما باشه، شاید مردی که در زندگی شما هست مردی باشه که بی مسئولیت باشه. مگر تمام مردها این رقم نیستن، مردها با غیرت هستند.